سلام، بیایید درس ششم کلاس ابتدایی رسامی خود را شروع کنیم. آخرین کلاس ما در مورد پد فیندر که یکی از مینوهای سمت راست است یاد گرفتیم. آخرین بار ما در مورد شیپ مودز در پد فیندر اطلاعات کسب کردیم. امروز ما می‌خواهیم با مینوی پدفندر در زیر آشنا شویم. در پدفندرز ما بیشتر از توابع دیواید و تریم استفاده می‌کنیم. بنابراین فقط در مورد این دو یاد خواهیم گرفت. پدفندر برای ساختن چیزی با بیش از یک شکل استفاده می‌شود. بیایید یک رنگ سبز روشن انتخاب کنیم. و یک مربع رسم کنیم. سپس با انتخاب کلید Alt ابزار سلکشن را انتخاب کرده و شکل را کپی کنید. و رنگ شکل دوم را به آبی روشن تغییر دادم. از اینجا با استفاده از ابزار انتخاب دو شکل را با هم انتخاب کنید. سپس روی نماد دیواید و پدفندرز کلیک کنید و معنای واقعی کلمه کار آن تقسیم بندی است. بیایید بزرگ نمایی کنیم. مطمئن نیستم که میبینید یا خیر. اما قسمت همپوشانی جدا شد. ولی این به عنوان یکی گروه بندی میشود. گروه یعنی اشکال مختلف یکی میشوند. بعدا در مورد گروه ها و تفصیل توضیح خواهم داد. سپس گزینه چهارم ان گروپ را در مینو مشاهده خواهید کرد. لغو گروه یعنی ما در حال شکستن گروه هستیم. روی ان گروپ کلیک کنید و خواهید دید که قسمت همپوشانی شده و اشکال اصلی از هم جدا شده اند. برای انتخاب و جابجایی اشکال از ابزار سلکشن استفاده کنید. سپس گزینه چهارم ان گروپ را در مینو مشاهده خواهید کرد. لغو گروه یعنی ما در حال شکستن گروه هستیم. روی ان گروپ کلیک کنید و خواهید دید که قسمت همپوشانی شده و اشکال اصلی از هم جدا شده اند. برای انتخاب و جابجایی اشکال از ابزار سلکشن استفاده کنید. آیا می توانید ببینید قسمت همپوشانی جدا شده باشد؟ بنابراین، دیواید تابعی است برای تقسیم تمام قسمت‌های همپوشانی. بیایید آن را به رنگ دیگر بسازیم. هر دو شکل را با هم انتخاب کنید. سپس روی نماد به نام تریم کلیک کنید. مانند قبل، این به عنوان یک گروه منفرد گروه بندی شده است.
بنابراین برای لغو گروه بندی باید کلک راست کنید. اکنون خواهیم دید که چگونه آنها از هم جدا شدند. برخلاف دیوایت، عملکرد تریم قسمت همپوشانی را از شکل پشت برش می دهد. می بینی؟ به عبارت دیگر، شکل بالایی را همان طوری که هست می گذارد، اما قسمت همپوشانی آن را از شکل پایین برش می دهد. اکنون خواهیم دید که چگونه آنها از هم جدا شدند. برخلاف دیوایت، عملکرد تریم قسمت همپوشانی را از شکل پشت برش می دهد. می بینی؟ به عبارت دیگر، شکل بالایی را همان طوری که هست می گذارد، اما قسمت همپوشانی آن را از شکل پایین برش می دهد. اکنون در مورد عملکرد گروه که قبلا در مورد آن صحبت کردم توضیح خواهم داد. گروه اجازه می دهد تا اشکال یا کلمات مختلف به صورت یک جا حرکت کنند. شما می توانید هنگام رفتن با آبجکت در فهرست بالای صفحه گروه را مشاهده کنید. در ابتدا تمام اشکال رسم شده را انتخاب کنید. همه چیز را با کلید میانبر کنترل A انتخاب کنید. اگر می خواهید این اشکال را به صورت یک گروه منتقل کنید، با آبجکت رفته و گزینه گروه را کلیک کنید. با سلکشن تول روی پس زمینه کلیک کنید. سپس شکل را انتخاب کنید، روی هر شکل کلیک کنید. من قطعا شکل را با رنگ سبز روشن کلیک کردم، اما دیگر اشکال نیز انتخاب می شوند. جالب نیست؟ آنها با هم حرکت می کنند. مثل یک تاری که دیده نمی شود به هم گره خوردند. اگر اندازه را کوچک کنیم، همه چیز کوچک می شود. و اگر اندازه اش را بزرگتر کنیم، همه چیز بزرگتر می شود. و چرخاندن یکی از آنها باعث می شود همه آنها بچرخد. گروه به عنوان یک عمل کرد برای ساختن اشکال جداگانه عمل می کند. سپس چه کار باید انجام دهیم که بخواهیم گروه را لغو کنیم؟ سپس می توانیم ان گروه را در زیر گروه این آبجکت کلک کنیم. پس از ان گروه کردن بیایید دوباره روی شکل سبز روشن کلک کنیم. آیا می بینید که فقط شکل سبز روشن انتخاب می شود؟ فقط آن شکل حرکت می کند و تغییر می کند. اکنون عملکرد گروه را مشاهده می کنید. همچنین می توانیم با کلیک راست روی ماوس گروه بندی کنیم. کنترل A. سپس کلیک راست کنید، گزینه گروه را مشاهده خواهید کرد. باز هم گروه شد. اکنون اگر دوباره کلیک راست کنید، ان گروه را نیز مشاهده خواهید کرد. وقتی شما ان گروه کنید، آنها را از هم جدا می کنید. از گروه فانکشن به طور مکرر استفاده می شود. به همین دلیل یک کلید میانبر برای آن وجود دارد. می توانید از کنترل G برای گروه بندی استفاده کنید. من فقط کنترل A را برای انتخاب همه چیز و کنترل G را برای گروه بندی آنها انجام دادم.
آیا می توانید ببینید دوباره گروه بندی شد؟ اگر می خواهید آن را لغو کنید، می توانید برآمدی آن گروه کنید. شما می توانید تصمیم بگیرید که کدام را برای شما مناسب است. به خاطر که این یک صنف ابتدایی است، می توانید از مینو استفاده کنید یا با استفاده از کلیدهای میان بر کار سری را انجام دهید. بیایید منوی به نام الاین را در کنار پاتفندر مطالعه کنیم. این فهرست مربوط به همترازی اشیا هست. همان طوری که به شما نشان می دهم چگونه از آن استفاده کنید. کنترل ای دلیت را برای از کردن همه چیز انجام دهید. با استفاده از ریکتینگل تول یک مربع رسم کنید. سپس سلکشن تول را انتخاب کنید و مربع را کپی کنید. اینجا و آنجا رنگ آنها را تغییر دهید. در حالی که ما روی یک پروژه کار میکنیم، زمان میرسد که باید شکلها را تراس کنیم. روشهای مختلف برای انجام این کار وجود دارد. به عنوان مثال، می توانیم دستورالعمل را از خطکش دریافت کنیم. روی شو گایدلاین کلیک کنید. یک راه این است که اشکال را تک به تک به رهنما یعنی گایدلاین بیاورید. این روش خوب است. اما بسیار مهم است که زمانی را که ما برای کار در رسامی صرف می کنیم کم کنیم. به همین دلیل درباره منوی به نام الاین برای تراس کردن اشیا و یا آبجکت یاد خواهیم گرفت. تمام اشکال رسم شده را انتخاب کنید. از کلید میانبری که یاد گرفتیم کنترل ای استفاده کنید. لطفاً به خط اول در الاین آبجکت نگاه کنید. نمود اول تراز سمت چپ است. همه اشکال با شکلی که در سمت چپ قرار دارد هم تراز می شود. آن را دیدید؟ بیایید دوباره کلیک کنیم. درست است؟ و نمود سیوم براز تراز شده است. همه اشکال با شکل آبی که در سمت راست هست هم تراز می شود. این بار بیایید این شکل میانی را به صورت دایره تغییر بدهیم. Alt Shift برای رسم کردن دایره از مرکز. فعلا بیایید Ctrl A را انجام دهیم و گزینه دوم را که تراز وسط است کلیک کنیم. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خواهید دید که همه چیز به مرکز تراز شده است. همه اشکال دارای یک نقطه آبی در وسط هستند. این نقطه به معنی مرکز است. بیایید دستورالعمل را بررسی کنیم تا ببینیم آیا Alignment Tool کار خوبی انجام داده است یا خیر. خواهید دید که کاملا یک خط قرار گرفته. و تراز شده است.
می توانیم از این عملکرد آنلاین حتی برای اشکال با اندازه های مختلف استفاده کنیم. فعلا بیایید سعی کنیم این اشکال را به صورت افقی حرکت دهیم. اندازه های هر شکل را تغییر دهید. پس از ایجاد هر شکل در اندازه های مختلف کنترل ای را کلیک کنید و روی نماد چهارم یعنی Align Objects کلیک کنید. این بار شکل ها با شکلی که در بالای صفحه قرار دارد تراز می شود. بیایید دوباره آن را امتحان کنیم. می بینید که تراز شدند؟ سپس نماد دوم از آخر چیست؟ این تراز وسط است. به عبارت دیگر به طور عمودی به مرکز تراز می شود. بیایید امتحان کنیم. رهنما را خارج کنید تا بررسی شود. خط کاملا از وسط عبور می کند. درست است؟ و سرانجام آخرین نماد به چه معناست؟ این همه اشکال را با آبجکت در پایین تراز می کند. آن را مشاهده کردید؟ بیایید دوباره آن را امتحان کنیم. می توانید ببینید؟ خب، بنابراین امروز در مورد پاتفندر و منوی آلاین که عملکرد بسیار مهم در رسامی دارند اطلاعات کسب کردیم. از وقتی که این ابزارها برای همترازی و تغییر شکل استفاده می شود، بسیار خوب است که دوباره آن را مرور کنیم. در درس 7 ما یک پروژه واقعی را در مورد ردیابی تصویری که از اینترنت گرفته ایم با استفاده از پن تول شروع می کنیم. دفعه دیگر می بینمتان. خداحافظ. تشکر.